سکوت بکنم، برای اینی که تصورم بر این بود که اگر هر مطلبی و هر سخنی رو بیان بکنم به اون آرمان و به اون پرنسیپ هایی که بهش معتقد هستم لطمه خواهد زد. همه شما، یعنی بسیاریتون، توی پیام هایی که دادید اظهار محبت کردید و گفتید از این برنامه، از این تلویزیون، حالا احتمالاً از من چیزی یاد گرفتید، چیزی آموختید. بذارید یه چیزی رم امروز بگم، به خصوص برای جوانترها. یه موقعیت هایی قرار میگیره، شما باید بین خودتون و آرمانتون یکی رو انتخاب کنید. طول تاریخ نشون داده اونایی که خودشون رو انتخاب کردند در درازای تاریخ شکست خوردن. اونایی که آرمانشون رو انتخاب کردن پیروز تاریخ بودن، ولو اینکه در زمان خودش مورد قضاوت نادرست قرار گرفتن. البته قیاس مالفارغه، ولی بذارید این یادآوری رو بکنم و بعدم بگم چرا این یادآوری رو میکنم. رضا شاه بزرگ میدونست اگر ایران رو ترک بکنه و میدان به دست خصم بیفته، به خصوص بی بی سی و اعوان و انصارش، با نام او چه خواهند کرد؟ رضا شاه اگر میموند هزاران ایرانی باید کشته میشدند. اگر میموند میتوانست آن گونه که بعداً به او نسبت دادند غلامی متفقین رو به گوش ببنده، به جان بخره و بشود مأمور دست نشانده اونها و بماند و نیکنام هم بماند. رضا شاه رفت، شکست خودش رو در مقابل متفقین پذیرفت برای اینکه ایران شکست نخوره. رضا شاه اگر میموند نیروهای متفقین در ایران باقی میموندند، چون باید میپذیرفت که اینها باقی بمانند. رضا شاه رفت که فرزندش بتونه متفقین رو از ایران بیرون بکنه، مردی که آرزوش دیدار ایران بود، مردی که تمام سلولهای بدنش، سلولهای مغزش، مردی که به عنوان پادشاه مملکت 16 سال پادشاه بود، فقط یک سفر خارجی رفت برای اینکه تحمل دوری از ایران رو نداشت و چقدر من از این جهت ارث بر رضا شاه هستم. هرگز فکر نمی کردم اونقدر جان سخت باشم که بچه های فیلمی گذاشتن مربوطه به این سال 88. بله، حالا که بتونم 22 سال خارج از کشور باقی بمونم. اما اون چیزی که درباره رضا شاه شما نمیدونید اینه، رضا شاه میتونست بمونه، رضا شاه میتونست کماکان پادشاه باشه، اما باید قبول میکرد سربازان روسی و انگلیسی و آمریکایی همخوابه های مادران ما میبودن. رضا شاه لباس نظام از تن به در آورد، فرمان یک هندی مزدور انگلیسی رو به جان خرید، شد اسیر، شد گروگان،
تا جا اینکه فرزند پادشاهش نتونست اون رو به زادگاهش برگردونه، از ایران رفت تا ایران زنده بمونه. آی کسایی که به من میگید استاد استاد، درس ها همیشه یک شکل نیست، ابعاد مختلفی داره. یک روز حضور من در مقابل دوربین مؤثره، یک روز حضور من مقابل دوربین خطرناکه، امروز زمانی است که حضور من در مقابل دوربین خطرناکه. بذارید اعتراف کنم، خواستند با زدن فرکانس ها و ماهواره ها من رو از میدان بیرون کنند، نتونستن. خواستند با شایعه و توطئه من رو از میدان بدر کنند، نتونستن. خواستند با توهین و اتهام بیرون کنند، با لقب پرچم فروش من رو از میدان بیرون کنند، نتونستن. همه قدرتشون رو برای پایین کشیدن پرچم سرنگ شیر خورشید بسیج کردند، نتونستند. در جریان تظاهرات سال 88 اونهایی که لس آنجلس بودن به خوبی یادشونه، یک پرچم جمهوری اسلامی در اون سوی خیابان برداشته شد، برای چند لحظه جمعیت منفجر شد و آن کس که این پرچم رو به دست گرفته بود فراری و متواری. کسانی که همراه من بودند اینجا همه من رو پرهیز دادن که آقا حرکت نکن، برده تصویر من رو برده، حرکت نکن، نرو، خطرناکه، همه سبز هستند و علیه تو. من آدم میدان دربروی نیستم، رفتم همونجور که ملاحظه کنید. به صداها گوش بدید، اگر صداشو دارید بذارید. مانند حق نفس کشیدن برای ایرانی خارج از کشوره. اگر می شود هموطن من رو از نفس کشیدن محروم کرد، میشه پرچمش رو از دستش گرفت. کجا رفتند آقای اکبر گنجی، هواداران سبز شما که بهش می بالیدید؟ دیدید آنها رفتند و پرچم سرنگ شیر خورشید باقی موند. هزینه شد، شبهای متعددی رفتم، دوستانمون رفتن، آرام آرام این بچه هایی رو که یکیشون تو بغل من گریه می کردم، این بچه های سبز، می گفت آقا من فن شما هستم ولی الان ناچارم، بورسیه بود، اما انقدر تحمل کردم، انقدر لبخند زدم. تصویر رو بذارید، بله تصویر رو بذارید، ببینید کار به کجاها کشید. ولی پرچم رو از دست نینداختم، پرچم رو نگه داشتم، چون میدونستم قلب‌های بسیاری با ماست،
از شما سوال میکنم، ایستادگی در مقابل پرچم شیر خورشید شکست خورد. بذارید یه چیزی براتون بگم. بیام تو. میدونی رفیق دوره جوانی چقدر میارزه؟ رفیقی که باش خاطره داری، خاطره های خوب دوره جوانی. حالا آدم هم چیه شکل نیستن. به خدای ایران، به جان پدر بیمارم، من با علیرضا نوریزاده هیچ اختلاف مالی، اداری، فرهنگی، هنری نداشتیم. خیلی هم آدم دلچسبیست، این رو هم بهتون بگم. اما این صحنه رو نگه دارید. اما وقتی که پای پرچم شیر خورشید به میان آمد، دیدید چه کردم؟ با رفیقم، با رفیقی که تو خانه من آمد و گفت آقا من دارم نان و نمک تو رو میخورم. گفتم آره، ولی پرچم من مقدستر از نان و نمکم. پس کس یا کسانی فکر و تصور اینی که من از میدان در برم رو به ذهنشون نرسونم. اما همه این تلاش هایی که با شکست مواجه شد، تلاش هایی که برای پایین کشیدن پرچم در همون روز مردی که آمد با همراهی یکی دو مدیر تلویزیون تظاهرات شبانه رفتن ساعت 7 شب در پایین کتاب فروشی اجتماع کردند، جلسه کردند و مقابل پرچم شیر خورشید راهپیمایی سبز گذاشتند. نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. شکستشون دادم. نه من، همه ما. نه من، همه اون کسانی که به آرمان خودشون پابند هستن. میدونید چرا؟ برای اینکه ما اینجا ایستاده بودیم، دشمن روبروی ما، ما با سلاح منطق، با سلاح دلیل، با سلاح هویت تاریخی وارد میدان میشدیم، دشمن رو شکست میدادیم. بسیاری از این بچه های سبز آمدن بعدن به ما پیوستن. اما خانم ها آقایان، امروز ما رو در روی دوستانمون قرار داریم. امروز آدم هایی که دسته دسته پرچم شیر خورشید در شهر توزیع میکنن مهمان تلویزیون منتسب به رضا پهلوی میشن. من چه بکنم؟ امروز تلویزیون، تنها تلویزیون مورد تایید رضا پهلوی، به من دشنام میده. من چه بکنم؟ امروز تلویزیون منتسب به رضا پهلوی من رو به خاطر فروش کتاب پدر رضا پهلوی که برای نخستین بار بعد از 36 سال به صورت آبرومندی با قرض به چاپ رسوندم، من رو کلاش مینامه. من چه بکنم؟ امروز همون کسانی که در زیر زمین همون کتاب فروشی نشسته بودند و توطئه کردند تا تظاهرات پرچم شیر خورشید از اساس جان نگیره و منحل بشه، میهمانان برنامه تلویزیون، تنها تلویزیون مورد تایید رضا پهلوی هستند. من چه بکنم؟ اگر نادان و ناآگاه بودم، پوزش میخوام از بعضی از دوستانمون، من هرگز نمیخواستم اینها رو بگم. به همین دلیل هم دیروز نامه‌ای برای ایشون نوشتم و نوشتم آقا اگر تلویزیون رنگارنگ به مبارزین توهین میکنه، اون تلویزیون رنگارنگ است، اون داور. امروز اگر تنها تلویزیون مورد تایید امید مردم ایران قلب ما رو نشانه میگیره، گله به خانه چه ببریم؟
چه بگویم که لبخند بر لبان وزارت اطلاعات جان نگیره. اگر تلویزیون هایی که مورد تایید وزارت اطلاعات نیست، مثل ایران آریایی، مثل پارس، مثل کانال یک، مثل ایران فردا، همه اینها عیناً اینها مورد تایید دفتر شما هم نیست، این هم خانی این دفتر و وزارت اطلاعات رو من به در خانه که ببرم؟ چگونه بیام بنشینم اینجا؟ عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم همان یک لحظه، من آرزوی این که شهرام همایون مقابل دوربین تلویزیون بنشینه و اهانت و جسارتی رو به ولیعهد ایران که از سوی محمد رضا شاه پهلوی در وصیت نامش به ملت ایران سپرده شده، من رو در روی او قرار بگیرم، این آرزو رو به دل وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعاتیان نفوذی میگذارم که به گور ببرن و من چنین نمی کنم. از صحنه خارج میشم، اما مقابل رضا پهلوی نمیستم. نه نمیستم. عجب صبری خدا دارد. دوست خودم علیرضا میبودی نیستم که چرا در برنامه ایران فردا پرچم نگذاشتی؟ مقابل نوریزاده میستم که چرا پرچم رو حذف کردی؟ چه بگویم با تنها تلویزیون مورد تایید رضا پهلوی به عنوان یک تلویزیون سیاسی پرچم رو از برنامه ها حذف میکنه؟ چه بگم که دشمن رو شاد نکرده باشه؟ مستانه میکردم، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. دلم نمیخواست همینقدر هم مسائل رو باز کنم. رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، تصمیماتش باید مورد تایید ما باشه. شاهزاده رضا پهلوی باید از سوی ملت ایران حمایت بشه. یک بار به خود ایشون عرض کردم، گفتم من تا در جهنم با شما هستم، از اون به بعد رو معذورم، اما بودن من در مقابل دوربین تلویزیون یعنی مانع و سد راه برای آنچه که داره اتفاق میفته و من نمیخوام چنین بشه. من هنوز که هنوزه صدای اولیا حضرت فرای پهلوی توی گوشمه که وصیت نامه همسر گرانقدرشون رو میخوندند، که همسر ایشون اگر پیدا کنید اون آخر وصیت نامه رو میگه، میگه ولیعهد رو به شما میسپارم، ملت ایران. من یکی از اون ملت ایران هستم، من یکی از کسانی هستم که از درایت و رهبری اون مرد بزرگ تونستم شهرام همایون باشم، مدیونم، بدهکارم. اگر امروز وزارت اطلاعات با لباس دشمن، نه با لباس دوست به میدان آمده و پیرامون همه ما رو احاطه کرده، ما نباید خار مغیلان باشیم، ما نباید ولو اینی که میتونیم در بخش یا بخش هایی مفید باشیم، نباید اون خط قرمز ها رو بشکنیم. به این روست و از این روست که من تصور میکنم
نباید آلت دست و وسیله‌ای باشم که خدای ناکرده ذره‌ای به اون جایی که ایشون ایستاده خدشه وارد بشه. آره، همین دیروز در تنها تلویزیون مورد تایید ایشون آدمی که از وزارت ارشاد مجوز انتشار مجله داشته در ایران و چند ماهی است از ایران آمده، حالا فکرش رو بکنید که اگه قرار باشه مامورانی بیان چجوری باید بیان، به چه شکلی بیان. بنده رو متهم به کتاب فروشی کردند. آره، بذارید پس بهتون قبل از رفتنم بگم و توصیه بکنم حتما این کار رو بکنید. خدمت اولیا حضرت که بودم در نوروز پارسال گفتم اولیا حضرت در طول این 35 سال خیلی کم لطفی شد به این آثاری که از محمد رضا شاه پهلوی باقی مونده. یک بار یکی از کتابای ایشون به صورت آبرومند چاپ نشد، همه کپی و زشت و حیفه، به خصوص کتاب مأموریت برای وطنم. اگر اجازه بدید من میخوام سرمایه گذاری کنم و این کتاب رو با یک شکل آبرومندی برای اولین بار در خارج از کشور چاپ کنم. ایشون اجازه فرمودن و بنده این کتاب رو اومدم چاپ کردم، کتابی که حتی در زمان خود محمد رضا شاه پهلوی به این شکل و شمایل به چاپ نرسید. کتاب زندگی من یا مأموریت برای وطنم که مهمترین کتاب در مورد تاریخ معاصر ایرانه. مطالبی که محمد رضا شاه در این کتاب مطرح کرده در هیچ کتاب تاریخی شما نمیتونید بخونید و متاسفم که این نوع کتاب ها عرضم به حضورتون که مورد استفاده قرار گرفت. زور من به این رسید که من 200 جلد از این کتاب رو به چاپ برسونم. یک شو فرستادم خدمت خود اولیا حضرت و 199 تای دیگه باقی موند. حالا چون دیروز از سوی تنها تلویزیون مورد تایید شاهزاده رضا پهلوی، تنها امید ملت ایران برای آینده، مورد توهین قرار گرفتن، در این آخرین برنامه، آخرین لحظه که اول تقدیم میکنم به ملت ایران و دوم این که دومشو بذارید بعدن چند لحظه بعد بگم، برای این که ممکنه که حالم طوری نباشه که بتونم برنامه رو ادامه بدم، خواهش میکنم این دوستان علاقمند من میخوام این کتاب رو دونه دونه به اسم امضا بکنم که خرید و فروش هم نشه. لطفاً 199 نفر تلفن بکنید و این کتابی رو که تحت نام زندگی من ما چاپ کردیم، علتش هم بهتون بگم، چون به نظر میرسه که در دور جدید فعالیت‌های سیاسی دو چیز باید حذف بشه. یک، پرچم شیر خورشید. عزمشون رو جذب کردن همه که این پرچم حذف بشه. دوم، خاطرات دوره محمد رضا شاه پهلوی. یه دوستی تعریف میکرد که برنامه ساز تلویزیونی، که من رفتم در اون تلویزیون و موقعی که فانرنزینگ بود شروع کردم راجع به خدمات محمد رضا شاه صحبت کردم. حالا راست یا دروغشو نمیدونم، شما ها دیدید لابد میدونید. بلافاصله اومدن گفتن بعد بریم آگهی، رفتن تو آگهی، بعد اومدن به من گفتن که آقا ادامه ندید، از امروز صحبت بکنید، از دیروز حرف نزنید. خب این نشون میده که پس قرار دیروز محو بشه، دیروز از صحنه تاریخ ایران پاک بشه. ما نمیگذاریم. یکی از راهایی که نمیخوایم بذاریم همین کتابه. خواهش میکنم هر کس میخواد نامش در این برنامه آخرین لحظه بعد از 20 سال، امروز آخرین دیدار مستقیم من و شما خواهد بود و نامهایی که در این برنامه آورده میشه قطعا آخرین نامه.
199 نفر اسمشون رو من بنویسم تو این کتاب، به یادگار امروز براشون امضا بکنم، براشون بفرستیم، برای دو تا مطلب. یکی یک شاهکار تاریخی به نام مأموریت برای وطنم زنده بمونه. دوم، اون کسانی که کتاب فروختن ما رو هدف قرار میدن بدانند ما به آنچه که کردیم میبالیم. سوم اینکه خانم آقایون، این دل پردرد ناسپاسی از مردی که تمام عمر مفیدش رو برای وطنش گذاشت، از حتی تنها تلویزیون مورد تایید آدم به کجا ببره؟ به کی برم بگم؟ به همین دلیل است که توصیه میکنم همه اونهایی که هستید و در تلویزیون ها روزنامه ها هستید، نگذارید که خاطره و یاد محمد رضا شاه پهلوی از ذهن ها پاک بشه. این اون چیزیست که جمهوری اسلامی بهش نیاز داره. من یادمه یه مصاحبه‌ای که با افتخار این رو داشتم که با شاهزاده رضا پهلوی این گفتگو رو انجام میدادم، در مورد اون دوران ایشون به نام دوران طلایی که تکرار ناپذیر است اسم بردن. چرا بعضی ها تاول میزنن از این که از اون دوره یادی بشود؟ و به نظر میرسه که این توطئه حذف پهلویسم از تاریخ ایران امروز از دست دشمنان به دست دوستان افتاده. مگه میشه تاریخ رو پاک کرد؟ مگه میشه مانند رضا شاه یا محمد رضا شاه در تاریخ تکرار کرد؟ چرا از اینکه یاد اونها باشیم باید سرفکنده باشیم؟ یک بار دیگه یادآوری میکنم، اون کسانی که بله خواهش میکنم همین پخش کنید لطفا. Once I didn't make any dramatic gesture like some of خواهد کرد و من دوست ندارم، و من دوست ندارم ملت ایران در این نور امیدش خدشه‌ای ببینه. فکر نکنید برای من آسونه، فکر نکنید برای من تصمیم ساده‌ای بوده. وقتی این پیام کودک 8 ساله رو تو هم مثل من تو قصه کم میاری، هنرنمایی همکاره من دو تا فرما کنم مجلس خط برای من گرفتن، بیشتر به مجلس خط میخوره. اولا این نکته خواسته مردم از شماست، بسیار خوب. من یک حرفی هم اینجا بزنم، چون الان دیدم تو این پیغام ها خدای ناکرده به قول مذهبیون زبانم لال. مبادا 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 کسی تحت عنوان حمایت از من کوچکترین اساعی ادبی به خوب نمی کنه کسی، ولی هر کس چنین بکنه بدونه که نه تنها با من نیست بلکه از طایفه دشمنه. خروج من از مقابل دوربین تنها و تنها و تنها برای تقویت مواضع رضا پهلوی است، و تصور میکنم به دلیل وجود دستهای آلوده و ناپاک ممکن است خدای ناکرده از این شرایط از من موجودی ساخته بشه غیر از اینی که هستم، و من دوست نمیدارم. به هر حال
اولا از تمام کسانی که در طی این سالها من رو حمایت کردن سپاسگزارم. از همکارانی که در بخشای فنی در تلویزیون‌های مختلف با من بودن سپاسگزارم. اگر خدای ناکرده در طول این سالها حرفی رو زدم که کسی رنجیده، ازش معذرت میخوام. از اگر باعث شدم کسانی بیان و به نیت فحاشی به من حرف نامطبوعی بزنن که گوش شما رو آزار داده، من عذرخواهی میکنم. اما یادآوری میکنم باز که پرچم شیر خورشید رو از دست ندید. من چقدر خوشحال شدم وقتی که رفتم به دفتر شاهزاده، دفتر خانم وفایی موج میزد پرچم شیر خورشید. دفتر شاهزاده موج میزد از پرچم شیر خورشید. خانه ایشون رفتم، پرچم شیر خورشید مو هر جا نگاه میکردی یک پرچم بود. چقدر خوشحال شدم که وصیت پدر این گونه توسط فرزند حفظ شد. گوش بدید. این زمانه را بیاموزد و فقط به اتکای احدیت متعال و پشتیبانی نیروی مردم و همگامی با آن، پرچم مقدس سرنگ ایران زمین را در اهتزاز و سرافراز نگاه دارد. ولی عهد نوجوان ایران را به ایزد توانا و ملت بزرگ ایران می سپارم. این آخرین اراده من است. خب من دو توصیه دارم از پدر معنوی ایران. یکی پرچم رو به ما سپرده، یکی ولیعهد ایران رو. از منی که اینقدر معتقد به رابطه پدر و فرزند هستم، انتظار دارید که فرمان پدر رو نبرم؟ مگه میشه همچین چیزی؟ برحال امیدوارم که من تصمیم درستی گرفته باشم. با همه وجودم آرزو میکنم که پرچم شیر خورشید به عنوان نه تنها پرچم ملی ایران، بلکه به عنوان شناسنامه مخالفت با جمهوری اسلامی دفاتر ما رو، برنامه های ما رو، تلویزیون های ما رو معطر بکنه. من تا اونجایی که در توان داشتم ایستادم. همین مورد آخر در استادیوم والیبال، خب رفتیم، عرضم به حضورتون که این پرچم هم بود. اما وقتی که آدمی که جلوی پرچم شیر خورشید رو در استادیوم کشتی گرفته و رانندش اینجا دسته دسته پرچم‌های جمهوری اسلامی توزیع می‌کرد مقابل استادیوم، میاد میشه مهمان اون برنامه مورد تایید، من چه باید بکنم؟ خب این آخرین برنامه منه، برنامه‌ای که مثل بچه‌مون میمونه، شاید یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌های تلویزیون. باورم کنید که برای خودم خیلی سخته. تلویزیون کانال یک رو به تک تک شماها میسپرم. فردوس هخامنشی‌ها، ایزد بانوها، سعید و شراره‌ها، لیلی روشنها، اون اسما رو بذارید زیر اون صفحه، سهراب پدر بزرگ نیکی، همه شمایی که این تلویزیون رو حفظ کردید.
مجبورم در طی روزهای آینده در اندیشه یک جایگزین باشم برای این برنامه‌ای که به هر حال 6 ساعت از برنامه‌های تلویزیون رو اشغال کرده بود. به همین دلیل تا زمانی که یک جایگزینی پیدا بکنم و برای اینی که به یاد کسانی بیارم که به یاد کسان مرسی تنکیو تنکیو سو مچ خانم مریم کفایی عزیز مثل همیشه منو شرمنده کردن. شهرام امین عزیز خجسته زاد روز و گرامی داشت روز پدر را. مریم جان یک دنیا ازت ممنونم. هیچ چیز رو از شما پنهان ندارم. وقتی که در چند کار این آقایون و خانم ها رو دیدم و مطمئن شدم که برنامه‌ای در کار، چون من شاهزاده رو میشناسم، شاهزاده آدم دموکراتی است، آدم انسانی است، آدم بایسته است، مطمئن شدم که دست‌های آلوده‌ای در کاره. واقعا خب من بذارید اینجا یه یاداوری هم بکنم. مثلا شخصی مثل مسعود صدر که توسط خود من برای اولین بار آمد جلوی دوربین نشست، ایشون یک دیوان، یک گلستان، یک شاهنامه داره راجع به تاریخ ایران. چند وقت پیش فیلمی رو از ایشون برای من فرستادم، دیدم ایشون به صف منتقدین پیوستن، منتقدین یا آقای فروزنده‌ای که خودش MC جمع‌آوری پول بود برای شورا، به اون سرنوشت دچار میشه، یا آقای فؤاد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه و تمام اعضای این حزب که یک عمری در پای این علم سینه زدند، یا آقای شاهین نژاد که و و و و و مسلم شد قربانی بعدی منم. با این حال همونطور که میدونید هیچ وقت نمیخواستم از این موضوع استفاده کنم، یعنی استفاده ابزاری نمیخواستم بکنم، برای اینکه شاهزاده در نهایت محبت 2 سال پیش یک نامه‌ای برای من فرستادن که یه بار من این رو در برنامه هم خوندم، ولی با همه این حرف ها من دیروز یک نامه ای رو فرستادم برای دفتر ایشون، نمیدونم به دستشون رسید یا نرسید. به هر حال گفتم که من فردا قبل از برنامه منتظر پاسخ به این نامه هستم. متاسفانه به این نامه پاسخی نیامد، اما نامه رو برای شما میخونم. من برای شاهزاده نوشتم: شاهزاده رضا پهلوی، با احترام، میدانید که طی همه این سالها علارغم همه کم لطفی های اطرافیان و دوستان شما، من بر آرمان واحدی استوار بودم که شما باید حفظ شوید، چرا که تنها امید مردمان ما هستید. این نامه نیز نه برای حق جویی، بلکه تنها در همین راستاست. از قول شما گفتند تنها رسانه مورد تأیید شما افق است. چه خوب که چنین محکم در کنار کردار خود ایستاده اید. اما در این تنها رسانه مورد تأیید شما که با یک امضا بر همه آنچه در آن می‌گذرد صحه گذاشته اید، در روز چهارشنبه 10 جون سال جاری شخصی به طور غیر مستقیم این جانب و شبکه کانال یک را با به شبکه کانال یک زشت‌ترین توهین را روا داشت. ایشان به کسی که شما شاهزاده عزیز درباره‌اش
دو سال قبل نوشته اید، تو نامه‌ای که ایشون به من نوشتن، از آنجا که میدانم از میزان شهامت و پایمردی بالایی برخوردارید، ایشون راجع به من نوشته بودن که از میزان و من ادامه دادم، و کسی که اظهار اطمینان کرده اید که نابسامانی ها خللی در عزم شما و یارانتان به وجود نیاورده و مبارزان همواره شما را در کنار خود خواهند داشت، و بالاخره کسی که از تمامی تلاشش در راست، این عین جمله شاهزاده است راجع به من، کسی که از تمامی تلاشش در راستای روشنگری و شناساندن تاریخ راستین ایران به هم میهنان به ویژه نسل جوان سپاسگزاری کرده اید. با لقب زشت، اون کارمند شما با لقب زشتی به خاطر فروش همان کتاب‌های روشنگرانه نام برد. شاهزاده محترم، حال میپرسم آیا چنین رویدادی در شأن تنها رسانه مورد تایید شما هست؟ آیا آنچه که ایشان در رسانه مورد تایید شما گفته است شامل همان تاییدیه قبلی نیز می شود؟ تاییدیه کلی. خوشحال خواهم شد به هر طریق که صلاح می دانید ما را مطلع سازید که آیا مشمول کدام یک از دو دیدگاه فوق هستیم. به هر روی بنده پس از 20 سال حضور هرچند بی اهمیت در برنامه آخرین لحظه، فردا در اعتراض به این برخورد با مردم خداحافظی خواهم کرد و از این فرصت استفاده کرده برای شما و همکارانتان آرزوی موفقیت میکنم. با تجدید احترام، شهرام همایون. خب این هم نامه آخرین نامه بود که من به شاهزاده نوشتم، برای اینکه خب سخته که آدم باور کنه که یک آدمی در جریان همه آنچه که در زیر مجموعهش میگذره باشه. آخرین توصیه‌ام در آخرین لحظات این برنامه به یکایک که شما حمایت بدون چون و چرا، حمایت بدون قید و شرط، حفظ حرمت شاهزاده رضا پهلوی است و در همه امور توجه داشته باشید که در همه امور توجه داشته باشیم، کاری نکنیم که جمهوری اسلامی خوشحال بشه. من خستم، 20 سال هر روز جلوی دوربین تلویزیون بودم، هر آدمی بالاخره بازنشستگیش میرسه، چه بسا من به خاطر بالا رفتن سنم ذهنم و قدرت درکم از دست رفته باشه، ممکنه همه اینها رو اشتباه بکنم. کما اینکه حالا البته اینم بگم، مثلا حالا گفتیم نوریزاده، خب یادتون باشه این دوتا مامورایی که تجاوز کرده بودن، ما آمدیم اعتراض کردیم، رفیق ما برگشت گفت آقا اینا بازرسی بدنی کردن. حالا معلوم شد در عربستان به خاطر بازرسی بدنی 4 سال مامورا رو زندان میکنن و 1000 ضربه شلاق. ولی خب این هم بگذره، میدونم یه عده خیلی خوشحال میشن که من نیستم، برای خوشحالی اونها خوشحالم، از اینکه حتی نبودنم یه عده رو خوشحال میکنه، بسیار خوشحالم. ولی هم شاهزاده، هم من، هم یکایک که شما باید یک مطلبی رو بدونیم و اون این است که حرمت پدر رو باید نگه داریم، به خصوص در آستانه روز پدر هستیم. من اون دومی رو که گفتم این برنامه آخر رو تقدیم میکنم به ملت ایران. تمام دلخوشیم این بود که پدرم چون بیمار هستند، این وسیله است که هر روز من رو میتونن ببینن، حالا بعضی روزا میشناسن بعضی روزا نمیشناسن، ولی شرایط اینجور ایجاب کرد که در این روزهای سخت اگر دیدار نزدیک نامیسر بود، دیدار تلویزیونی هم برای پدری که از فرزندش دوره ناممکن بشه. به همین دلیل به عنوان آخرین دیدار تلویزیونی با پدر خودم و با اجازه شما ها، این برنامه آخر رو هم بعد از ملت ایران
تقدیم میکنم به به پدری که آخرین باری که با ایشون گفتگو کردم همین دو سه روز قبل توی بیمارستان، نمیدونم منو شناختن یا نه، ولی ازم پرسیدن که کی میای. اول پرسیدن چه میکنی، گفتم بعدم پرسیدن کی میای، گفتم به زودی. امیدوارم این آرزو اگر بر دل پدر من موند یا بر دل من، در اثر تدابیر شاهزاده رضا پهلوی که عنصر امیدبخشی برای ملت ایرانه، بر دل شما و جوانهای شما نمونه. به همین دلیل این بخش آخر رو تقدیم میکنم به پدر، به پدر محمد رضا شاه پهلوی، به پدر، به پدر شما و بالاخره پدر خودم. امیدوارم که متوجه باشه که، یعنی بتونه متوجه باشه که من دارم این شعر رو میخونم. ای پدر، ای واژه پایای صبر، ای تو شرب عشق در مینای صبر، ای تنت تندیس جاویدان مهر، روح تو ماناترین رکن سپه، ای نگاهت چشمه جوشان عشق، حرف هایت ابر پرباران عشق، ای بجانت رنج ها اوج قرار، ای وجودت افتخار اقتدار، ای پدر، ای تکیگاه پر غرور، ای شکوه نام تو تا اوج نور، ای به لفظ عشق مفهوم کمال، لفظ عشق مفهوم کمال، ماندگار و بی شکست و بی زوال. برای بچه ها نوشتم که این شعر فقط برای پدر من نیست، شاید بیش از پدرم متوجه این یکی پدر بشه. و چقدر سخته در تلویزیونی که منتسب به فرزند اوست اجازه ندن راجبش صحبت بشه. ای به لفظ عشق مفهوم کمال، ماندگار و بی شکست و بی زوال. ای پدر، ضمناً امیدوارم که این برنامه ختم این پرونده باشه و آقایونی که با دست‌های آلوده‌شون وارد عمل شدند من رو وادار به عکس العمل نکنند. امیدوارم. ای پدر، ای سایه سار عاطفت، یاد تو رنگین بهار عاطفت، یاس با نام تو اطرفشان شده، نرگس از بیداریت حیران شده، آتش زرتشت در پیغام توست، افتخار میهنم از نام توست، تو مرا عشق وطن آموختی، تو مرا عشق وطن آموختی، نام ایران را به من آموختی، شام تارم نورباران از تو شد، خون من
سرشار ایران از تو شد. تو شکوه قله‌های میهنی، پاکی سرچشمه روح منی. تو شکوه قله‌های میهنی، پاکی سرچشمه روح منی. ای پدر، ای کاوه محبوب من، قهرمان ملی من، خوب من، از تو اطراگین شده آب و گلم، بر مدار عشق میگردد دلم. عکس پدرمون بذاری. در خطرهایم، در خطرهایم دعا کردی پدر، با شجاعت آشنا کردی پدر. از پدر آرام میگیرد دلم، مهربانی وام میگیرد دلم. از پدر آموختم بودن چو کوه، از پدر آموختم دریا شدن، موج بودن فاتح فردا شدن. از پدر آموختم، از پدر آموختم بودن چو کوه، پر غرور و سرفراز و باشکوه. ای صبور با وفای من، ای صبور با وفای من پدر، آشنا با قصه های من پدر. شعر یعنی چهره آرام تو، شعر یعنی چهره آرام تو. می سرایم عشق را با نام تو. من چو خورشیدی ز تو تابنده ام، من چو خورشیدی ز تو تابنده ام، گر تو با من سوختی شرمنده ام. تو برایم افتخار آورده ای، در خزانم نوبهار آورده ای. تو چنان مهری و من ماه تو هم، دورم اما باز همراه تو هم. سایه سار دلنشین یعنی پدر، یک فرشته در زمین یعنی پدر. میدمد مهتاب در شبهای تو، میدمد مهتاب در شبهای تو، تا ببوزد خاک، تا ببوسد خاک زیر پای تو. میزند خورشید، میزند خورشید در روز تو سر، تا بگوید دوستت دارم پدر. سایر دنیا من ای آغاز شعرم با کلام پدرم بود. عشق تو صحرا من اگه بودم،
آب حیاتم یه دست پدرم و اگه گند اون که با دستاش منو میکاشت پدرم بود ریشم تو خاک اگه میذاشت پدرم پدر جونه پدر روحه پدر دینه و ایمونه پدر خسته پدر بیزار از این دنیا